سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید دریبل رنگین کمانی وینیسیوس در بازی بامداد امروز برابر پاراگوه تحسین همه را باعث شد آیس به آن لقب دریبل سال رو داد باشگاه چلسی رسما اعلام کرد که امری کلیمن را از آسون ویلا به خدمت گرفته است طبق گزارش آیس مدیران ریال مادرید و کادر فنی هنوز باور نمی کنند که خوستلو جدا شده چرا که روی او برای فصل بعد حساب میکردند. جورج مندس ایجنت پرتغالی معروف توانست در رقابت با ایجنت های دیگر با لامین یامال قرارداد ببندد در این بین 2.5 میلیون یورو پاداش به والدین او نقش اصلی را داشت بارسلونا در تابستان امسال به دنبال جذب مجدد جو فلیکس خواهد رفت و هانسی فلیک معتقد است که می تواند این بازیکن را با به فرم ایدئال برساند کریستیانو رونالدو هنوز موفق به گلزنی در یورو 2024 نشده است اما پپی از خود حمایت کرده و معتقد است که او به زودی گلزنی را آغاز می مهارت بالای مانوئل نویر در مهار ضربات پنالتی می تواند قوت قلب جرمن ها در دور هازوی یورو 2024 باشد قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش کانال را سابسکرایب کنید ویدیو را لایک کنید با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید وینیسیوس بدون شک ستاره اول بازی امروز برزیل برابر پاراگوئه بود و موفق شد دو گل از چهار گل تیمش را بزند وینی درست زمانی که سلساو به او نیاز داشت درخشید و, و کار کرد نمایش بعد او در بازی نخست برابر کوستاریکا فراموش شود ستاره ریال مادرید در این بازی دو بار سعی کرد دریبل رنگین کمانی بزند و این تلاش او یک بار نتیجه داد او در کنار خط و در حالی که دو بازیکن را روبروی خود داشت توپ را با حرکت تماشایی از روی سر بازیکن مقابل بلند کرد و البته تا حد نیز خوشانس بود تا توپ دوباره جلوی پایش قرار گرفت بازیکن پاراگوه گیچ و حیران به دنبال توپ بود غافل از این که وینی توانسته بود از او عبور کند ستاره برازیل در ادامه توپ را از بین پاهای بازیکن دیگر پاراگوه نیز عبور داد و به سمت دروازه رفت دیریبال تماشایی که البته در پایان بازی با اعتراض مربی پاراگوئه نیز روبرو شد و گفت وینیسیوس در حالی که تیمش پیش بود با این حرکات قصد تاخیر بازیکنان مقابلش را داشت این ستاره برازلی پس از گلی که در بازی شب گذشته به ثمر از خوشحالی معروف نیمار تقلید کرد تا به این ترتیب به این بازیکن که به دلیل مصنومیت و پارگی رو با صلیبی در این مسابقات حاضر نیست احترام کرده باشد و این اتفاق با استقبال نیمار هم روبرو شد مدیران چلسی از مدت قبل شرایط کلمن را زیر نظر داشتند و مذاکرات برای به خدمت گرفتن این بازیکن را با باشگاه استون ویلا آغاز کرده بودند. رسانه های انگلیسی از چند روز قبل خبر داده بودند که این دو باشگاه با توافق اولیه برای انجام این انتقال دست پیدا کردند. صفحه رسمی باشگاه چلسی ساعات قبل با انتشار تصاویر از این بازیکن از اعلام کرد که او با امضای قرارداد 6 ساله با گزینه تمدید خودکار برای یک سال دیگر به جامعه های لندن اضافه شده است و از فصل آینده پیراهن این تیم را برتن خواهد کرد. دیلی میل مدعی شده است که مبلغ این قرارداد حدود 24 میلیون یورو است و چلسی امیدوار است که بتواند بهترین عملکرد ممکن را از این بازیکن در ترکیب تیمش در فصل آینده بگیرد و مدیران استعداد این باجگاه به درخشش او بسیار امیدوار هستند کلمن پس از امضای قرارداد در گفتگو با سایت رسمی باجگاه چلسی اظهار داشت این اتفاق فوق است که من حالا به با عنوان بازیکن چلسی اینجا استادم. این باشگاه بزرگ با سابقه عالی است و بنابراین پیوستن با نس خوبی دارد این رویایی است که به حقیقت تبدیل شده است من منتظر پوشیدن پیراهن این تیم هستم و نمیتوانم برای شروع صبر کنم روز گذشته انتقال خوسلو به الغرافه قطر رسمی شد. ریال در روز پیش بند خرید 1.5 میلیون یوروی او را فعال کرد تا رسما از اسپانیول جدا شود. با این ترتیب انتقال او به تیم قطری نیز تحصیل شد. در واقع ریال به این صورت پاسخ فصل درخشان خوسلو را داد و با, با او لطف بزرگ کرد اما در واقع مدیران باشگاه و شخص کالانجلوتی از تصمیم خوسلو بسیار شکوف زده شدند و حتی دلخوری های در باشگاه وجود داشت کالتو در صحبت هایی که ماه گذشته با خوسلو داشت به او اطمینان داده بود که با ورود امباپه و اندریک نیز جایگاه او به خطر نخواهد افتاد و به خاطر سبک بازی خاصش که یک شمارانوی متفاوت است مثل فصل گذشته به با او بازی های زیاد خواهد رسید او هرگز انتظار نداشت خوسلو تصمیم به ترک ریال بگیرد سران باجگاه نیز به با وی گفته بودند که قطعا بند خرید او فعال خواهد شد و تا آخرین لحظه نیز منتظر پاسخ او برای قرارداد جدید ماندند کسی انتظار نداشت خوسلو ریال را ترک کند و به فوتبال قطر برود اما در نهایت همیشه در ریال مازید به تصمیم بازیکن احترام گذاشته اند و مورد خوسلو نیز استثنا نبود بالاخره در میان بحث و گفتی آنها قبول کردند که خوسلو بعد از یک فصل درخشان فوتبالش را در قطر دنبال کند بارسلونا در حال حاضر روی شناسایی اهداف انتقالات تابستانی کار میکند و همچنین با توجه به مشکلات مالی مداوم خود اقداماتی که باید برای جذب این اهداف انجام دهد ده را بررسی میکند یکی از بازیکنانی که آنها قطعا به دنبالش خواهند بود ژو فلیکس است و انتظار میرود که در تابستان امسال او را قطعا از اتلتیکو مادرید به خدمت بگیرد اتلتیکو روی فلکس حساب نمیکند و از انتقال مجدد او خوشحال میشود بارسا امیدوار است شرایط مشابه قراردادی که در تابستان گذشته امضا کرده بود داشته باشد و حداقل پول را برای این بازیکن اختصاص دهد ده اگر جاوی هرناندز همچنان سرمربی بارسا بود توافق با فلیکس در اولویت باشگاه قرار نمی گرفت اما فلیک طور دیگر به ستاره پرتغالی نگاه می کند طبق گزارش اسپورت او معتقد است که فلیکس در تیم تفاوت ایجاد می کند و استعدادهای زیاد دارد علاوه بر این او اعلام کرده بود که میتواند بهترین نتیجه را از این بازیکن بگیرد فیلیکس فصل سخت را در بارسلونا گذراند و اگر بتواند به فرم ایدال خود برسد بازیکن بزرگ خواهد شد و همچنین میتواند کلید پیوستن فرد مانند نیکو ویلیامز باشد این امر می تواند به اجازه انتقال دهد و سرمایه مورد نیاز را برای اتلتیکو مادید و وینگر اسپانیایی فراهم شود کریستیانو <applause> رونالدو هنوز در یورو 2024 به گل نرسیده و در سه بازی اول پرتغال در گروه F موفق نشد بازی حریفان را باز کند اما تیم روبرتو مارتینز در صدر جدول قرار گرفت و به نهایی صعود کرد رونالدو در هیچ یک از هفت بازی اخیر خود برای پرتغال در تورنمنت های مهم گل نزده است که طولانی ترین دوران گل نزدن او در جام های اروپا و جام جهانی به حساب می این بازیکن 39 ساله از آخرین باری که مقابل غنا در جام جهانی 2022 گل زنی کرد 19 شد در این تورنمنت داشته است پپ در آستانه دیدار با ها در مرحله هشتم نهایی در روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و از اسطوره پرتغالی حمایت کرد او گفت کریستیانو رونالدو برای گل زدن زندگی می کند این واقعیت است اما آیا تلاشش در زمین برای کمک به تیم ملی را دیدید باور نکردنی است او با 39 سال سن بازیکن است که در تیم ما بیشترین دقایق را بازی دارد کارش خیلی خوب است او در مراحل پایانی قهرمانی اروپا عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت من مطمئن هستم که او به ما شاده زیاد خواهد بخشید پپه به همراه رونالدو جام قهرمانی یورو 2016 را بالای سر برد و با حضور در این دوره با 41 سال سن مسن ترین بازیکن تاریخ این رقابت شد او در سوال مربوط به با بازنشستگی خود اذعان داشت هنوز به این موضوع فکر نکردم تمرکز من روی جلسه تمرینی بعدی است و روی بازی بعدی که برای من و پرتغال خیلی مهم است راستش خیلی به این موضوع فکر نمی کنم. آینده از آن خداست من امروز موضوعات دیگر برای فکر کردن دارم از جمله این که چگونه در تمرینات پیشرو از امتیمی هایم دفاع کنم چگونه برای تمرین فرداری ریکاوری کنم این ها دغدغی من هستند پس از پایان مرحله گروهی جام ملت‌های اروپا که در آن قافلگیری هم کم نبود از امشب مرحله گشتم نهایی شروع می شود و در ادامه یک چهارم نهایی نیمه نهایی و البته فینال بزرگ با نوشته روزنامه آیس یک انصار کلیدی برای صعود به مراحل پایانی داشتن در زبان خوب است که توان رساندن تیمش به مرحله بعدی در ضربات پیناتی را داشته باشد نباید فراموش کرد آخرین قهرمانی در جام ملت‌های اروپا به خاطر درخشش دونورما در ضربات پنالتی رقم خورد یکی از تیم هایی که توانسته است از مرحله گروهی صعود کند آلمان است که علاوه بر میزبانی تیم خوبی نیست دارد آلمان یک در وزبان درجه یک در ترکیبش دارد که میتواند در ضربات پیناتی هم خودش را نشان دهد درباره مانویل نویر صحبت میکنیم که در 38 سالگی فصل عالی در بایر مونیخ داشت و 33 بازی انجام داد نویر در سال 2009 برای تیم ملی آلمان بازی کرده و تاکنون 122 بازی ملی برگزار کرده است اگرچه نویر ممکن است در بهترین دوران فوتبالش نباشد ولی پنالتی گیر خوب است اسوره بایر مونیخ سابقه خوبی در مهار ضربات پنالتی دارد و تاکنون 17 پنالتی را در طول 90 دقیقه بازی مهار کرده است آخرین بار که او پنالتی گرفت جنوری سال جاری مقابل آکسبورد بود که ضربه سان میشل را مهار کرد نویر تا کنون 17 پنالتی از 75 پنالتی را در طول 90 دقیقه در جریان بازی مهار کرده است یعنی 22.67 درصد که رقم بالای برای یک دروازه‌بان است نویر در ضربات پنالتی مراحل از نیز درخشان بوده است اوج درخشش نویر در لیگ قهرمانان اروپای 2011 2012 بود که در آن ضربات پنالتی کاکا و کریستیانو رو رونالدو را مهار کرد سپاسگزارم از امروهیتان در پناه خداوند بزرگ باشید